آخرین یه ویدیو ضبط کردم در مورد امکاناتی که یوتیوب قرار تو سال 2025 به این پلتفرم اضافه بکنه خب اون امکانات رو به طور کامل براتون توضیح دادم یه سری امکانات دیگه هم تو همین هفته ها اضافه شده که خیلی هاش کاربردیه میتونیم ازش استفاده بکنیم همین الان که گفتم بعد نیستش برایش ویدیو داشته باشیم بعضیش خیلی به کار میاد بیشتر امکاناتش برای افراد عادی هستش که از یوتیوب استفاده میکنن یکی دو هم مخصوص یوتیوبراست که تو این ویدیو براتون توضیح میدم ادامه ویدیو رو با باشید سلام امیر عباس هستم به اسکریپت خوش اومدید توی این ویدیو میخوام در مورد قابلیت جدید یوتیوب صحبت بکنم خب بدون اطلاف وقت بریم سراغ مورد اول اولین چیزی که اضافه شده این هستش که یوتیوب تصمیم داره دیزاین تمام قسمت های یوتیوب رو یک کنه از یه رنگ مشخصی استفاده بکنه رنگ قرمزی که برای یوتیوب میشناختیم یه خورده دستخوش تغییر شده الان اگر دقت بکنید یه سری قسمت ها رنگش عوض شده مثلا اون زنگوله ای که شما نوتیفیکیشن ها رو چک میکنید رنگش عوض شده یا اون نوار که زیر ویدیو عقب جلو میکنید یه گریدینت خاصی از رنگ قرمز داخلش هستش که احتمالا تو این روزها دیده باشیدش و قرار چیزهای دیگه هم تو هفته پیش رو عوض بشه مثلا اون استروکی که دور دکمه لایک و دیسلایک و سابسکرایب هست قرار تغییر بکنه خب این اولین تغییر هستش که بیشتر جنبه بصری داره چیز خیلی خاصی هم نیستش اگه شما مثل من باشید خیلی رابطه خوبی با شورت ویدیوها ندارید و شاید شورت ویدیو زیاد نگاه نکنید یوتیوب زوری میخواد این شورت ویدیو رو به هر شکلی مقابل دید افرادی که حتی بهش ندارن قاطی ویدیو بلند بهشون نشون بده یک شلف های همون قفسه های وسط ویدیوهای بلند روی موبایل و همینطور روی دسکتاپ موقعی که دارید سفر اسکرول میکنید نمایش داده میشه که داخلش ویدیوهای کوتاه به شما نشون میده خیلی ها خواسته بوده از یوتیوب که تجدید نظر در مورد این قضیه بکنه و بتونه تغییری توی این قضیه ایجاد بکنه که این شکلی نباشه چون همه دوست ندارن که شورت ویدیو رو توی هوم داشته باشن الان یوتیوب این قابلیت رو اضافه کرده اگر اپ یوتیوبتون رو آپدیت بکنید موقع که داخل هومپیج هستید کنار شلف یا همون قفسه های مربوط به ویدیو های کوتاه یه سه نقطه است اگر روی اون بزنید گزینه شو فیور شورتس رو به شما نشون میده که اگر روی اون گزینه بزنید ویدیو های شورت کمتری به شما نشون میده و اون شلف جمع میشه بسته میشه البته متاسفانه به شکل دائمی نیستش یعنی گزینه‌ای نیستش که شما بتونید بهت خاموشش بکنید شورت ویدیو رو دیگه نشونتون نده و هر موقع نیاز داشتید مثلا روشن بکنید اونجوری نیستش تا یه مدتی به شما شورت ویدیو نمایش داده نمیشه و دوباره بعد از چند وقت برمیگردن شورت ویدیو به هوم پیجش و دوباره بعد این مراحل رو طی بکنید. خب تو حالت عادی من ترجیح میدم موقعی که میخوام از اپ یوتیوب استفاده کنم همینجوری گوشی رو به شکل قدی بگیرم دستم و استفاده بکنم و فقط زمانی که میخوام ویدیو رو تمام صفحه کنم گوشی رو برمیگردونم تو حالت لنداسکیپ میگیرم تو همین حالت خوابیده بتونم ویدیو رو تماشا بکنم. ولی اپ یوتیوب تو حالت لنداسکیپ اصلا فعال نمیشود یعنی شما گوشی رو میچرخوندی اپ یوتیوب فقط تو حالت پورتری ایستاده قابلت استفاده داشت الان هم به اپ یوتیوب و هم به اپ یوتیوب استودیو این قابلت اضافه شده که شما بتونید تو حالت لندسکیپ هم ازش استفاده بکنید برای یوتیوب فکر نکنم خیلی استفاده داشته باشه ولی برای اپ یوتیوب استودیو خیلی امکانه خوبیه چون یه سری از آمار رو که می‌خواستیم چک بکنیم من دوست داشتم که فضای بیشتری در اختیارم بود که بتونیم آمار رو دقیق‌تر توی صفحه اریستر ببینیم الان اگر تو حالت لندسکیپ ازش استفاده بکنید میتونید اون نمودارها رو با جزئیات بیشتری ببینید یه قابلیت تو همین اوایل ام سال یوتیوب داد به کار برای پریمیومش اونایی که پول میدن که روی یوتیوب تبلیغ نبینن یه سری امکانات اضافه تر هم دارن یکی از اون امکانات همین استریپ تایمر بود شما شاید از اون دسته افراد باشید که یه موسیقی ملایم شب میذارید توی گوشتون گوش میدید و میگیرید میخوابید یا یه پادکست دارید گوش میدید میذارید توی گوشتون تا خوابتون ببره متاسفانه یوتیوب این قابلیت رو نداشت که بعد از یه مدت مشخصی ویدیو رو قطعش بکنه یا بره توالت پاز یا توقف و همینجوری پخش میشد ویدیو اول تمام میشد اتوماتیک میرفت رو ویدیو دوم بعد رو ویدیو سوم تا اینکه شما بیدار بشی بتونی رو متوقفش بکنی الان قابلیت اسلیپ تایمر اضافه شده شما میتونی یه زمان مشخصی رو بذاری شب با خیال راحتی رو بذاری توی گوشت یه چیزی گوش بدی بعد از 15 دقیقه 20 دقیقه حالا اون زمانی که خودت مشخص کردی اتوماتیک پخش ویدیو قطع میشه به که هیچ اینتراکشن و یا تعاملی با گوشی نداشته باشی اتوماتیک اون زمان متوقفش میکنه از نظر من قابلیت خیلی پر استفاده به کار خیلی ها میاد یه چیز کوچولوی دیگه که تغییر کرده مینی پلیر یوتیوبه شما موقعی که داری یه ویدیو رو روی موبایل میبینی موقعی که دکمه بک رو بزنی ویدیو قطع نمیشه ویدیو کوچیک میشه میره توی پلیر کوچیکی معمولا میرفت سمت راست و پایین صفحه نمایش داده میشد که شما بتونی حالا ویدیوهای دیگر رو تو بک‌گراند اسکرول بکنی تیتر و رو نگاه بکنی که اگه دوست چیز دیگه یا ببینی روی اون کلیک بکنی و ویدیو دیگر رو تماشا بکنی الان اون مینی پلیر رو شما میتونید تو صفحه جابجاش کنید میتونید بری بالا سمت راست بالا سمت چپ یا بیاری پایین سمت چپ قرار بدی کاملا متحرکه و میتونید جاش رو توی صفحه عوض بکنی. امکان کوچیکیه ولی به نظر من بعضی موقعا که آدم دوست نداشیم پایین سمت راست باشه الان میتونه جابجاش کنه اینم قابلیت جالبیه خب یوتیوب پلی لیست از خیلی وقت پیش داره منتها یه قابلیت کوچیکم به پلی اضافه کردن که شما میتونی پلیلیست های گروهی داشته باشی یعنی یه پلیلیست درست بکنی به دوستات هم بدی به شکل کلابرایتی و اونا هم میتونن یه چیزی رو بهش اضافه بکنن مثلا فرض بگیرید که با دوستاتون آخر هفته میخواید جای جمع شید و ویدیو نگاه بکنید شما چکار میکنی میای یه پلیلیست درست میکنی به بچه ها و دوستام میگی که هر کسی هر ویدیو جالبی تو هفته اخیر دیده بیاره به این پلیلیست اضافه کنه بشینیم دوره هم با هم دیگه تماشا بکنیم امکان بعدی نیست یه امکان کوچیکه ولی در صورت اضافه شده یه چیز دیگه هم که به پلیلیست اضافه کرده که به نظر من امکان عجب غریبی بود و خیلی هم نیازش نداشتیم اینه که شما با استفاده از هوش مصنوعی میتونی برای پلی لیستات عکس انتخاب بکنی شما از طریق گوشیت میتونی هم با گوشیت عکس بگیری یا فیلم بگیری و به عنوان عکس استفاده بکنی هم میتونی از هوش مصنوعی استفاده بکنی که یه عکسی رو بسازی به عنوان اون کاور پلی لیست ازش استفاده بکنی فقط یه چیزی که برام عجیبه اینه که موقعی که میخوای براش پرامپت بنویسی یا اون جمله رو بنویسی که برات عکس رو بسازه بهت اجازه نمیده از جملات خودت استفاده کنی یه سری چیزای ثابت رو گذاشته شما از بین اون کلمات و جملات پیش میتونی انتخاب بکنی و برات یه سری تصاویر میسازه بتونی توی پلی استفاده بکنی و یه چیز دیگه که داره اضافه میشه این که شما میتونی به ویدیوهای داخل یه پلیلیست رتبه بدی مثلا از یه ویدیو اگه خوشت میاد بهش یه نمره مثبت بدی و فکر کنم بعدا صاحب کانال بتونه بر اساس این رتبه که از کاربرا دریافت کرده ویدیوها رو بر اساس اهمیت بچینه توی پلیلیست این چیز خیلی خوبیه مخصوصا واسه کسانی که کانال آموزشی دارن احتمالا شما روی استوری های اینستاگرام دیده باشید بعضی نظر سنجی میذارن یه سوالی میپرسن از شما میخواید که اینتراکشن داشته باشید و انتخاب بکنید بین دوتا گزینه خب این از سالها پیش تو اینستاگرام بود ولی توی یوتیوب تو قسمت شورت ویدیو ها ما این رو نداشتیم الان این قابلیت اضافه شده اگر شما به تو قسمت شورت ویدیویی شورت ویدیو بخواید آپلود بکنید یا حالا همون لحظه با گوشی موبایلتون فیلمی بگیرید توی قسمت استیکر ها یه چیزی اضافه شده به عنوان نظرسنجی که شما میتونید سوالتون رو مطرح بکنید و دو تا گزینه تعریف بکنید که افراد بتونن بین این دوتا انتخاب بکنن برای بالا بردن اینگیجمنت و تعامل گرفتن با کاربر به نظر من گزینه مفیدیه و یوتیوب هم همچنان داره سعی میکنه که ویدیوی کوتاه رو امکانات اضافه بکنه و بیشتر در همه قرار بده که افراد بیشتری ازش استفاده بکنن. این قابل تا آخرم مخصوص یوتیوب یکی از ایرادهایی که یوتیوب تو قسمت انالیتیکسش داشت یه قسمتی توی انالیتیکس ما داریم که آمار لحظه‌ای کانال شما رو به شما نشون میده و میگه که توی مثلا 60 دقیقه گذشته یا 48 ساعت گذشته چه تعداد افراد از کانال شما بازدید کردن ولی نمیواد این رو تفکیک کنه که بر اساس محتوای شما کدوم محتوا الان داره بیشترین بازدید رو میگیره مثلا شورت ویدیو ویدیو لانگ برنامه لایو یا پست کامنتی که گذاشتید اینها رو نمیواد براتون تفکیک بکنه ولی الان این قابلیت رو اضافه کرده هم روی موبایل در دسترس هم روی کامپیوتر الان شما دقیقا میتونید ببینید که توی 60 دقیقه گذشته یا توی 48 ساعت گذشته کدوم محتواتون داره بیشترین بازدید رو میگیره و بر اساس تایپ محتواتون و اون نوعش اینها رو میاد براتون تفکیک میکنه که به نظر من قابلت خیلی مفیدیه خب این امکانات مفیدی بود که توی همین یکی دو هفته ای اخیر یوتیوب اضافه کرده من براش ویدیو ضبط کردم از این سب ویدیو من زیاد دارم هر امکان جدیدی به یوتیوب اضافه شه من میذارم داخل این پلیلیست دوست داشته میتونید یه نگاهی بهش بندازید فعلا خدا نگهدار